آخرین نکته ای است که با الله توسط دعا ارتباط محکم می شود. هرقدر که از الله بخوای خدا خوش می شود، هرقدر که از الله خوش بخوای. از این خاطر رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرمه که الدعا هو العباده. ثم اعتاد رسول الله صلی الله علیه و سلم و قال ربكم ادعوني استجب لكم. دعا عبادت است. یک حدیث ضعیف میاد که الدعا مخ العباده، مغز عبادت است. و قال ربكم، باز رسول علیه السلام آیات را تلاوت میکنه، و قال ربكم، پروردگارت میگوید، یعنی هر آنچه که داری او تربیت کرده است. و قال ربكم ادعوني، پس من بخواهید. ادعوني نون وقای ضمیر متکلم مفعول بهی است، دلیل بر تخصیص است. ادعونی تنها از ما بخواهید، تنها از ما بخواهید. ما سب بلتونه چو خواهید، خدای دیو که فلانه دیو که دست ما وای. ادعونی یوازی یوازی ما نیوارد، تنها از ما بخواهید. ادعونی استجب لکم، قبول دعایتان را میکنم. آنان که از ما نمیخواهند جایگاه خداتش ببینند. و اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله. دوستای عزیز، فقر ما، مرض ما، بیچارگی ما مانی از این نشود که از خدا چیزی نخواهیم و بگن مایوس هستم نگه نمیشه. دقیق شده؟ بلکه از الله بخواهیم، از الله بخواهیم. زیرا حضرت موسی خواسته است، حضرت ایوب خواسته است، حضرت سلیمان خواسته است، حضرت یونس خواسته است، حضرت یوسف خواسته است، حضرت آدم خواسته است. همه انبیا را تاریخش بخواین، از الله متعال خواسته است، هم در مشکلات، هم در غنا، هم در فقر. همیشه از الله بخواین. اوش که نگون که خدای او طرف ما نمی کنه. دقیق شدین؟ از الله بخواهید، لذت عبادت را و تعلق به الله تان محکم می شود. و چیز جالب خواهد بود که یه حدیث رسول علیه السلام را در زندگی تان بیارین که پیغمبر علیه السلام می فرماید کسایی که در اخیر شب استاده می شود و از الله متعال چیزی را طلب می کند، رب می گوید کسی از چیزی از من بخواهد برش بتون، کسی از که بگوید گناهگار هستم ببخشمش. سبحان الله. هر قدر گناهگار هستی وش کنی فکر نشه که بگه خدا مرا نمیبخشه، الله میبخشد. هر قدر در مصیبت بوده باشی نگوی که خدا یه حالت تغییر نمیده، تغییرش میده. هر قدر در غنا باشی نگوی که دیگه من محتاج نیستم، نه، از رب العالمین عافیت را بخواه، از رب العالمین عافیت را بخواه، لذت عبادت را بخواه، لذت شیرینی نعمت را بخواه.